سلام دوستان، توی ویدیوی امروز میخوایم یه کار بدون لاین رو انجام بدیم. من تری رو که انتخاب کردم یه تر رنگی هستش که در این ویدیو من تمام تکنیکای مربوط به اجرای این کار و اینکه چه سوزنهایی برای این کار انتخاب میشه و با چه توناژ رنگ های این کار زده میشه رو کاملا بهتون آموزش میدم. پس اگه میخواین تمام این تکنیکا رو به خوبی یاد بگیرین، حتما حتما ویدیوی ما رو تا پایان تماشا کنید. خب در ابتدا من از یه گوشه شروع میکنم، کار رو استنسیل میکنم به این صورت. برای اینکه به راحتی بتونین استنسیل بکنین و بدونین که کارو تا کجا انجام دادین، میتونین گلبرگ به گلبرگ برین جلو و کارو استنسیل کنین. اینجا ما برای سایه ها به این صورت خطچین میکشیم. این قسمت رو هم بایستی با خطچین مشخص کنیم که حدود کارمون مشخص این قسمت هایی رو که سفیدی خورده رو بایستی به این صورت دو تا لاین بکشین که کارتون مشخص باشه. اینجا ما بایستی خطچین بزنیم چون مربوط به سایه های پررنگ هستش. ببینید دوستان، این قسمت ها بایستی دوبار لاینش رو بکشیم با فاصله خیلی کم. به این صورت این قسمت های وسط گل خیلی مهمه، اینا رو باید به خوبی مشخص کنید. به این صورت خب اجازه بدیم ببینم کارمون به چه صورت هستش.
قسمت ها سایه میخوره و این قسمت هم قسمت نور خوردگیشه و این گوشه. خب دوستان تقریبا کار شابلون تموم شد، حالا ما میتونیم همین کار رو انتقال بدیم روی پوست مصنوعی. خب من پوست مصنوعی اینجا قرار میدم. قبلش میتونیم با الکتروم یا موم صابونی نیوا انتقال بدیم. خب برای بدن نمیشه از موم صابونی استفاده کرد، ولی برای پوست مصنوعی میشه این کار رو انجام داد که من امروز این کار رو با موم صابونی انجام میدم. به این صورت کاملا آغشته به موم صابونی میکنیم که از تر جا نمونه. خب قبلش ما بایستی حدود کارمون رو دور تا دور ببریم که به راحتی استنسیلش. کار ما آماده است، میتونیم این قسمت استنسیل کنیم و تر رو انتقال بدیم. خب به مدت 10 ثانیه با کف دست فشار میدیم که تر کاملا انتقال پیدا بکنه. خب برای این که گفتم تر جا به جا نشه، شما میتونید از موچین استفاده کنید، از یک گوشه تر بگیریم و به این صورت بلند کنید. ترمون کاملا انتقال پیدا کرده روی پوست مصنوعی. خب دوستان الان ما میتونیم سوزنمون انتخاب بکنیم. خب من برای این کار دو تا سوزن انتخاب کردم، یه سوزن RS 7 و M1 9 که در کنارش بایستی رنگ هامون رو درست کنیم. خب اگه دقت کنید این تر تشکیل شده از 3 تا رنگ: رنگ قرمز نارنجی، رنگ صورتی و صورتی کم رنگ مایل به یاسی. خب من رنگ ها رو هم درست میکنم اینجا که متوجه بشه توناژ رنگا به چه صورت درست میشه. ما برای این رنگا از 3 تا رنگ اصلی استفاده میکنیم: رنگ زرد، قرمز و سفید. خب ما میتونیم در ابتدا رنگ صورتی کم رنگ رو درست کنیم که در ابتدا بایستی صورتی بریزیم، بعد قرمز بهش اضافه میکنیم برای رنگ بعدی صورتی. این بار یک مقدار کمتر و قرمز بیشتر. من توناژ رنگا رو توی یکی از ویدیوهای قبلی کاملا توضیح دادم. میتونین نگاه کنین و توناژ رنگا رو در اونجا کاملا ببینید و یاد بگیرید. خب برای رنگ بعدی ما قرمز نارنجی داریم که یک مقدار زرد می‌ریزیم
و قرمز بهش اضافه میکنیم. رنگا رو با میکسر به هم میزنیم. به این صورت. خب برای رنگ بعدی شما حتما بسی میکسرتون رو بشورین که من این کار رو انجام میدم. داخل آب میشورم و رنگ قرمز نارنجیمون هم درست میکنم. دوستان توناژ رنگ هامونم درست کردیم. سوزنمون رو انتخاب میکنیم و درجه ترانس حتما حتما بایستی بین 5 تا 6 باشه برای این کار، چون میخواییم یک کار بدون لاین رو انجام بدیم و سایه های حرفه ای رو توی این ویدیو آموزش میدم. پس با ما همراه باشید. دوستان در ادامه میپردازیم به اجرای کار. من سوزن انوان 9 رو انتخاب کردم برای این کار و یک بار دیگه میتونیم رنگ هامونو با میکسر به هم بزنیم که کاملا یک دست و یک نواخ بشه. دقت کنید که حتما از رنگ روشن شروع کنید به میکسر زدن که رنگ ها توناژشون از بین نره. من از گوشه پایین شروع میکنم و کارو با هم دیگه میزنیم. از رنگ روشن شروع میکنم. پس دوستان درجه ترانستون حتما حتما گفتم بین 5 تا 6 باشه. من درجه ترانس رو روی 5 تنظیم میکنم. خب از این گوشه پایین شروع میکنم به توناژ کم رنگ، یعنی رنگ صورتی کم رنگ که به یاسی میزنه. حالا ما صورتی خیلی کم رنگی رو درست کردیم که این تشتک هستش. تشتک وسطی صورتی معمولی هستش و این تشتک بزرگتر که رنگ قرمز نارنجی است. خب این گوشه شروع میکنیم، این قسمت رو میزنیم. به این صورت رنگمون کاشت شده.
خب از لبه حدود ما شروع میکنیم کار انجام میدیم و این گلبرگ پایینی رو کامل میزنیم. من برای این قسمت ها از لبه انبان استفاده می کنم که از کار بیرون نزنه. کاملا از روی لاین من شروع میکنم و این قسمت ها را یه زمینه از صورتی خیلی کم رنگ میزنم که بعدش با صورتی نرمال و رنگ قرمز نارنجی یک مقدار به این گلبرگ باد بدم. این قسمت های بالاتر رو میتونم با رنگ صورتی بزنم که یک مقدار پر رنگتر هستش. به این صورت رفت و برگشتی قسمت هایی رو که یه مقدار ظرافت داره رو با لبه انبان میزنم که کار ظرافتش رو حفظ کنم.
یک مقدار دیگه میتونم روش کار کنم. و حالا سوزنم رو میشورم و برای این قسمت های بالایی و اصلی از رنگ قرمز نارنجی استفاده کنم. قرمز نارنجی رو میگیرم از بغل خطوط میکشم دوباره قرمز میگیرم و از بالا به پایین به صورت پرتاب کوتاه انجام میدم. این قسمت رو دوباره یه مقدار واسه قرمز نارنجی بزنم. دقت کنید دقیقا از روی لاین واسه شما این کار رو بکنید، چون ما هدفمون از این کار اینه که در این ویدیو یک کار بدون لاین رو آموزش بدیم. پس دقت کنید، چون ما از قبل لاین ها رو نمی کشیم، بایستی دقیقا از روی لاین شروع کنیم و گلبرگا رو بزنیم. و میتونیم یه چند تا رگه اینجا بندازیم که کار طبیعی تر بشه. به این صورت دوستان دقت کنید که ما دقیقا از روی لاین شروع کردیم و من این قسمت های لاین رو با رنگ قرمز نارنجی فید کردم و به داخل صورتی با پرتاب کوتاه انجام دادم. تمامی گلبرگا هم به همین صورت انجام میدیم. فقط برای این قسمت های داخل گلبرگ، چون
ظرافت خاصی داره و کوچکتر هستش، بایستی حتما با RS7 این کار رو انجام بدیم که بعد میرسیم و با RS7 این قسمت ها رو هم انجام میدیم. خب این قسمت، حالا من یه گوشش رو یک مقدار قرمز بکنم که کامل بشه این قسمت. خب من بایستی برای کار بعدی و گلبرگ بعدی حتما سوزنمو بشورم.